2006 وقتی که اومیلدار شدم از تشخیص دکتران گذشت و سکنده همین بیماری از من یافتن. بعد از همین از 2006 باز من همین قیدی همین بیمار خانه وینمی ها در قید می ایستم. تا همین روز از سال 2006 تبابت را گرفت استادم. خدا و شکر که با همین بیماری دو فرزند سالم به دنیا آوردم. این زن ساکن 41 ساله ولایت سغد است که میگوید 22 سال قبل با ویروس نارسایی مسئولیت آدم سرایت شده است. این زن درباره روزگار گذشتهش به ما قصه کرد. ما به طور شرطی به این زنی همصحبت ما نرگس نام گذاشتیم. نرگس ضمن صحبت به ما نقل کرد که سال 2000 زمانی که همگی 19 سال داشت و پسر یکی از پیوندان خانواده شوهر کرد، اما حیات یک جایه آنها همگی 3 سال دوام کرد. سال 2003 شوهرش از تأثیر نشعمندی فوتیده است. تا زمان آیلداری نه نرگس و نه والدانش در باره معتاد بودن شوهرش خبر نداشتند. 2005 من اون وقت تشخیص گذاری نبود. سال 2003-2005 چند سال باز اکنون تشخیص گذاری نبود. من این 5-6 سال آخر شکرانه خدا که تشخیص گذاری شد. فعلا که من 2004 باز دیگر شوهر کردم. 21 سال من شوهر ماندگیم دوام کست موردم. بعد 2004 من دویم بارا شوهر کردم و از 2006 بعد حامله دار شدم. و از همین سبب من فهمیدم که از همین سبب دختر رو من معلوم کردن که تو از اوله یکومن سرزید شده بودیم. نرگس ابراز نمود که در وقت پیدا نمودن نشانه های بیماری ویروس نارسایی مسئولیت آدم او مورد ملامت و طعنه‌زنی های طبیبان قرار گرفته است و گفت آن زمان هرچند شنیدن این گونه سخن طبیبان برایش اضطراب انگیز بود ولی بجز تحمل پذیری دیگر چاره نداشت. بعدتر ضمن تشخیص و تفتیشات اپیدمیولوژی طبیبان معلوم نمودند که منبع آلودگی نرگس شوهرش بوده است. نرگس نقل کرد که سال 2004 بار دوم آیله برپا کرد. او و شوهرش 10 سال یک جایه زندگی کردند. ثمره این ازدواج آنها تولید دو فرزند سالم بوده است. اما سال 2014 آیله آنها از هم پاشید. این زن میگوید خوشبختانه نشاندادی مسئولیتش خوب بود و شوهرش آلوده ویروس نارسایی مسئولیت نشده است. نرگس حالا همراه دو فرزندش در خانه والدانش به سر میبرد و میگوید آرزوی دیرینه‌اش این است که روز فرزندانش را عائله‌دار نموده آنها را با خوشبختی به حیات مستقل گسل کند. آرزوم همین که امین های خداوند عمر من تنی صحت شد. همه که بیمار هستند خداوند شفا شد عمرشان دراز کند. چه آرزوی که در دل داشته باشد آرزوی امام پیسد در خطارش منم آرزوم برسم. بچه ها مکلم کنم، خونه خرم، بچه های کلین کنم، همین آرزو. این زن میگوید بعد از آن که آیلش از هم پاشید، با کار در مرکز پیشگیری و مبارزه با ویروس نارسایی مسئولیت در یکی از شهرهای ولایت سغد پیوست و حدود 10 سال می شود که برای آگاهانیدن مردم از پیامدهای فاجعه بار این مریضی کارهای مشورتی و ترغیباتی می برد. طبیبان در ولایت سغد میگویند سالهای آخر موردهای سرایت‌یابی به مریضی ویروس نارسایی مسئولیت آدم کاهش یافته است. عبدالمولان عبداللهزاده دیرکتور مرکز پیشگیری و مبارزه با ویروس نارسایی مسئولیت آدم در ولایت سغد ضمن صحبت آمار این مریضی را شرح داد. او گفت دوام 9 ماه سال 2022 موردهای گرفتاری به ویروس نارسایی مسئولیت آدم نظر به این دوره سال قبلی در یک سطح بوده، این رقم در مقایسه به 5 سال گذشته تا 3 برابر پایان شده است. 9 ماه سال گذشته 182 نفر که از آنها مردم 120 نفر، زنها 62 نفر. ورقه اپیدمیولوژی تفتیشات اپیدمیولوژی تحقیقات همش در اساس برنامه یکی هست عملی شده ایستاده است. اگر راههای گزارش گیریم نظر به سالهای قبلی راههای گزارش به طرف علاقه جنسی 164 نفر از همین در 172 نفر از همین دریافت یکی 182 نفر بود. 172 نفر
این 74 فویز رو تشکیل میدید. اگر به طریق تزریقی گوییم این بنامونی سیزان دورو نی اگر باید گوییم کرد 11 نفر رو تشکیل داد سالی گذشته، این سال 5 نفر رو این سرانیتیلنه چهلی که گفتم اگر میشود حدیثه هستن که از مادر به کودک سالی گذشته هم 5 ده، این سال هم 5 ده. ثبت بیماری ویروسی نارسایی مسمومیت آدم در تاجیکستان از سال 1991 شروع شده است. بنا به آمار مرکز پیشگیری و مبارزه با ویروسی نارسایی مسمومیت آدم، ضمناً در ولایت سغد 3410 حالت آلودگی به این بیماری ثبت شده است. این زمان زندگی میکنند و تبابات های از طرف ما دکتران توصیه میگیرند، دوروواری تقسیم کرده میشود 2420 نفر با دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری اسلام شریکانی که با ما یاری خود را رسانده ایستادند سری وقت دارو باری همه نمودهای داروی که توصیه داده شده است طبق تشکیلات عمومی جهانی تندرستی سری وقت دسترس شده ایستاده به طریق رایگان خدمت رسانی به راه مانده شده است که این هم دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با شهروندانی که آسیب گرفتند. بنا به اطلاع طبیبان از شمار عمومی 2522 مورد با راه علاقه جنسی و 727 حالت دیگر از حساب نشمندی تزریقی ساکنان به ویروس نارسایی مسئولیت آدم سرایت شدند. در 129 حالت دیگر کودکان ثبت شدند که در زمان حامله‌داری از مادر سرایت یافتند. سبب آلوده شوی 32 نفر دیگر نامعلوم باقی مانده است. حکومت کشور در پایان سال 2020 برنامه ملی آید به مقاومت به اپیدمی ویروس نارسایی مسئولیت آدم و بیماری پیدا شده نارسایی مسئولیت در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 را معرفی نمود. این باری هفتم است که دوام 31 سال آخر جمهوری تاجیکستان چنین برنامه دولتی را تهیه و روی دست می گیرد. هدف از قبول برنامه مذکور پیشگیری و مبارزه سریوقتی بیماری ویروس نارسایی مسئولیت آدم گفته می شود. با این حال همصحبت ما نرگس هم به جوانان مشوره می دهد که همیشه با راه خود راست قدم گذارند و درباره زندگی خرم خود و پیوندانشان اندیشه کنند. درباره پیشگیری از این بیماری به جوانها چی گفتنی هست؟ چی مشوره میدهید؟ من میخواهم که جوانهای همین به جوانان گفتنی هستم که جوانان برای راست روند با یک اولی خود نگاه بین کنن همین مثال این و بسیارتر با علاقه جنسی میگذارد این ویروس ونمی ها با علاقه جنسی از سوزن به سوزن از خون به خون میگذارد برای همین به جوانان گفتنیم که برای بد نروند.